جنبش دادخواهی نظام قتل عام را به لرزه درآورده است پیام مریم رجوی در سالگرد قتل عام ش هموطنان عزیز 29 سال پیش در همین روزها دشخیم قرن خمینی جلاد قتل عام هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز را آغاز کرد او میخواست برای حفظ حکومت خود جنبش مقاومت را ریشکن کند میخواست کاری کند که دیگر هیچ کس فکر تغییر و آرزوی آزادی را به ذهن خود همراه ندهد و تمام این هدفها را در نابودی هرچه سریعتر مجاهدین و همه کسانی یافته بود که بر سر آرمان آزادی استوار بودند اما در مقابل این شقاوت بیسابقه مجاهدین هزار هزار سر دارها را از خود بلند کردند در وجدان تاریخی ملت ایران سوگند مجسم وفاداری به آزادی شدند و تاریخ ایران را با استوره تسلیم ناپذیری خود روشنایی و امید بخشیدند بله خونهای مجاهدین و مبارزین آرمانخواه هرگز از جوشش باز نمیماند و در تمام این سالیان روح اسیان و اعتراض جامعه ایران در پیکار با رژیم ولایت فقیه بوده است درودهای بیپایان به همه زندانیان قتل عام شده سال هفت که از لحظه‌ای که در اتاقهای بازجویی گفتند بر سر موضع خود علیه ولایت فقیه و برای آزادی استادند تا همین امروز نبرد و پیکارشان رژیم آخوندی را در هم میکوبد نامهای آنها را خمینی پنهان کرد اما نامآورترین زنان و مردان تاریخ معاصر ایرانند مزارهایشان را مخفی کرده اند. اما حاضرترین و آشکارترین وجود رزمنده ملت ایرانند و سال هاست بر سر دار رفته هند. اما سرود سرخ آزادی بر زبان آنها جاری است هموطنان جوانان قیام آفرینان. سال گذشته در هفتم مرداد ماه خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی با انتشار اطلاعی کارزار بزرگ داشته شهیدان قتل عام 67 را به اطلاع همه رساندند حالا یک سال از آغاز جنبش دادخواهی قتل عام شدگان می و کارزاری که از جوشش خون شهیدان و از اراده ملت ایران برای کسب آزادی نیرو گیرد در این مدت بارها نظام قتل عام را به لرزه درآورد. آگاهی وسیعی در جامعه ایران به ویژه در میان جوانان درباره این جنایت هولناک توسط رژیم ولایت فقیه به وجود آورد توته سکوت و پنهانکاری آخوندها درباره کشتار 67 را در هم شکست و آخوندهای حاکم را وادار ساخت که به مشارکت خود در جنایت علیه بشریت اقرار کنند. جنبش دادخواهی طرح خامنه ای را که میخواست یک عضو هیئت مرگ را بر صندلی ریاست جمهوری رژیمش بنشاند بر سر او خراب کرد کل رژیم را در خیمه شب بازی انتخابات به شکست کشاند شعار نشیاد نجلاد را اجتماعی کرد و پرونده این کشدار را که بر اثر سیاست مماشات دولت های غرب مسکوت مانده بود در سطح بین المللی مطرح ساخت همین تلاشا باعث شد که دبیر کل ملل متحد قتل عام سال 67 را در گزارش امسال خود مورد توجه قرار دهد کارزار یک ساله نشان داد که رژیم علت فقیه بر سر کشتاری که پایه های خود را بران بنا کرده به شدت آسیب پذیر است در نتیجه آخوندها به هر کاری دست میزنند تا مجاهدین را مقصر جلوه بدهند اما خودشان بیشتر در گرداب رسوایی فرو می روند. مقاومت ایران از نخستین روزهایی که اخبار قتل آم به بیرون زندانها درس کرد برای افشای جهانی این جنایت تلاش کرده است در همان زمان مسعود در به دبیر کل ملل متحد گفته بود جامعه بین المللی بایستی این رژیم را مجبور کند تا به سوالاتی از قبیل مشخصات تمام اعدام شدگان زمان مکان و چگونگی اعدام و محل دفن آنها پاسخ دهد و مسئولان و مجریان این جنایت بزرگ را معرفی کند در یک سال اخیر نیز یاران و هواداران مقاومت با به خطر انداختن جان و زندگی خود شمار اعلام نشده ای از نام های قتل آم شدگان و نشانی مزارهایشان و همچنین اطلاعات مربوط به اعضای حیط های مرگ در استان را جمع کردهاند. کردند از همه آنها و از عموم کسانی که طی یک سال گذشته به جنبش دادخواهی پیوسته از جوانان و دانشجویانی که در هر فرصت فریاد دادخواهی قتل آم 67 را سر دادند و زندانیانی که در سختترین شرایط از این جنبش شمایت کردند قدردانی کنم. با این همه آنچه انجام شده هنوز گام اول است مردم و مقاومت ایران از پا نخواهند نشست تا زمانی که مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی یعنی کسانی که امروز در بالاترین مناسب حکومتی نشستهاند در برابر عدالت قرار بگیرند در شروع دومین سال جنبش دادخواهی همگان را به گسترش این جنبش فرا میخوانم این بخشی از جنبش آزادی ملت ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است بر این اساس یک جوانان دلیر و قیام آفرین در سراسر میهن اسیر را فرا میخوانم که برای واداشتن سران رژیم به انتشار اسامی کامل اطلام شدگان و نشانی مزارهای آنها و اسامی جلادان این کشتار دست به اعتراض بزنند دو از خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی می که با حضور بر سر مزار شهیدان حق پایمال شده خود برای برپایی مراسم بزرگ داشته فرزندان قهرمان خود را به رژیم آخوندی تحمیل کنند سه از عموم هموطنان می خواهم که در کارزار ملی جمعآوری اطلاعات شهیدان پیدا کردن مزارهای پنهان شده و افشای آخوندها و جلادان دستن در کار این جنایت فعالانه مشارکت کنند چهار طلاب جوان و آن دست از روحانیان که از نظام منحوس ولایت فقیه فاصله دارند را فرا میخوانم که با محکوم کردن سریح این کشدار حساب خود را از خمینی و نظام ضد انسانی و ضد اسلامی ولایت فقیه جدا کنند پنج پارلمان ها احزاب سیاسی سازمان های مدافع حقوق بشر رهبران مذهبی و شخصیت سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف را فرا می خوانم که برای همبستگی با مردم ایران قتل عام زندانیان سیاسی ایران را قاطعانه محکوم کرده و از دولت خود بخواهند ادامه روابط سیاسی و تجاری با استبداد مذهبی را به توقف ادام و شکنجه در ایران مشروط کنند. شش از کمیسر عالی حقوق بشر می خواهم که سریعا یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد قتل عام سال 67 و متعاقبا قرار دادن مسئولان آن در مقابل عدالت تشکیل دهد پس شورای امنیت ملل متحد می خواهم که ترتیبات محاکمه سران این رژیم به اتهام جنایت علیه بشریت را فراهم کند تمام پرونده های بزرگ کشدار و سرکوب در ربع قرن اخیر در ایران در شخص خامنی و بیتول انکبوت پرفساد او گره خورده است او جانشینی خمینی را با مشارکت فعال در قتل عام سال 67 به دست آورد و باید پیشا پیش همه سران رژیمش به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه شود هموطنان عزیز در قتل عام سال 67 که هدف مهوری آن کشتار مجاهدی بود خمینی به جانشینان خود این درس را آموزش داد که حفظ قدرت با انهدام همین جریان سر موضع امکان پذیر است در سی دهه گذشته خامنی و همدستانش به همین درس عمل کردند در مقابل مجاهدین و شورای ملی مقاومت به مسابه جای دموکراتیک این رژیم نیروی پیروزی و آزادی و به اتکای مردم ایران به این هدف پرشکوه جامعه عمل خواهند پوشاند در آن روز قهرمانان قتل عام شده و تمام 120 هزار شهید آزادی ایران در جانها و اراده های پرشور جوانان ایران و در هزار اشرف و ارتش آزادی برخواهند خواست و روزگار فرخنده آزادی و دموکراسی و برابری را آغاز خواهند کرد درودهای بی پایان بر ستارگان نورافشان آسمان انقلاب ایران شهیدان سرفراز سال 67 و سلام به پیشتازانی که به دادخواهی شهیدان برخواستند و راه و آرمان آنها برای آزادی ایران را به اوج میرسانند